سلام، خوش اومدین. امروز میخوایم ادامه بدیم مدلی که هفته در حقیقت در ویدیو قبل با هم بررسی کردیم در مدل در مورد رقابت کرونو رو، و من اون چیزهایی که در ویدیو قبل با هم دیدیم و میخوام الان استفاده کنم و اینجا دوباره نوشتم و فرضم بر اینه که شما الان کاملا میدونید که اینها چی هستن. این قیمت بازار بود که قیمت که یک تابعی بود از کل عرضه دو شرکت، یک تابع نزولی بود، یعنی هر چقدر دو شرکت بیشتر اون کارا رو تولید میکردن ارزشش کم میشد و قیمتش میومد پایین، و بین یک نقطه آلفا تا صفر قیمت مقدارش از این فرمول تعیین میشد: آلفا منهای Q1 علاوه Q2. و اگر عرضه صفر میشد قیمت خیلی زیاد میشد، یعنی میشد آلفا و خیلی بالا میشد، و اگر عرضه از آلفا بیشتر میشد قیمت صفر میشد. و این سود شرکت ها بود، به این معنی که این عبارت اول مثلا در مورد شرکت دو، این عبارت اول درآمده که برابر بود با حاصل ضرب میزان تولید ضرب در این جمله دوم که همین فرمول قیمت هست که شما اینجا میبینید، یعنی میزان تولید ضرب در قیمت میشد درآمد شرکت، و این هم هزینه های شرکته که برابر بود با میزان تولید ضرب در یک عدد ثابتی که هزینه هر واحد تولید مثلا یک اتومبیل هست، و کل این میشد سود شرکت، و شرکت به دنبال اینه که سود خودش رو حد اکثر کنه. یه نکته خیلی 30 ثانیه‌ای که اصلا مهم هم نیست، شما اگر متوجه نشدید خیلی اهمیتی نداره، اینه که این تابع سود فقط برای وقتیه که مجموع عرضه از آلفا بیشتر نشه. یعنی اگر مجموع عرضه از آلفا بیشتر بشه Q1 علاوه Q2، در این صورت قیمت میشه صفر، و در این صورت تابع سود فقط برابر همین جمله آخر هست، یعنی سود ما همیشه یک عدد منفیه که برابر با هزینه‌مون. ولی خب حالا این خیلی در محاسبات ما اثری نخواهد داشت. خب من الان میخوام پیدا بکنم تعادل نش این بازی رو، یعنی میخوام ببینم که در کدوم نقطه هست که این دو شرکت هیچ کدوم انگیزه ای برای تغییر عمل خودشون ندارن. خب یادتون هست که عمل هر دو شرکت چی بود؟ عمل هر دو شرکت انتخاب میزان کیو بود، یعنی میتونستن تعیین بکنن که چقدر من تولید بکنم، یعنی Q1 و Q2 رو میتونستن هر کدوم از شرکت ها برای خودشون انتخاب بکنن. خب حالا بیایید فرض کنیم شرکت یک رو، که سود شرکت یک هست این فرمولی که این بالا میبینید، خب یعنی این عبارتی که این بالا وجود داره. شرکت یک که سودش این هست میتونه بیاد و با خودش فکر بکنه که بهترین پاسخ من طبق همون تابع بهترین پاسخی که من بهتون معرفی کردم برای هر میزان تولید شرکت دو چی هست؟ یعنی اگر آقای شرکت دو مثلا سایپا 10,000 تا ماشین تولید کرد، من شرکت یک چقدر ماشین تولید بکنم که سودم حد اکثر بشه؟ درسته؟ خب این خیلی راحته. چرا؟ چون من اگر فرمول سود شرکت یک رو بنویسم، این مساوی میشه با Q1 آلفا منهای Q1 به توان 2 منهای Q1 ضرب در Q2 منهای Q1 ضرب در C، که این مساوی میشه با Q1 منهای Q1 به توان 2 به علاوه آلفا، این پرانتز هست، آلفا منهای Q2 منهای C ضرب در Q1. خب این منفی Q1 به توان 2 به علاوه این عبارت. شرکت یک با خودش میگه که من این متغیر رو، یعنی این ایکس من هست که من میتونم کنترلش بکنم، و میخوام این رو حد اکثر بکنم با توجه به اینکه این رو میدونم، یعنی فرض میکنم میدونم چقدر هست، آلفا و سی هم که دوتا ثابت هستن. خب حد اکثر کردن این که خیلی براتون راحته، یا مشتق میگیریم و برابر صفر میذاریم مشتق رو، یعنی منفی 2 Q1 به علاوه آلفا منهای Q2 منهای C، این مشتق تابع سود شرکت یک هست به نسبت میزان تولیدش. اگر من اینو مساوی صفر بذارم نتیجه میگیرم که Q1 برابر میشه با آلفا منهای Q2 منهای C تقسیم بر 2. این تابع که من میتونستم یه جوری دیگه هم به دست بیارم، و اون این که بگم خب این یک معادله درجه 2 هست، و معادله درجه 2 در منفی B تقسیم بر 2 A ماکسیموم میشه، که اینجا A بود منفی 1، B هم بود این، بنابراین منفی B تقسیم بر 2 A میشد این عبارت. خب این تابع من داره میگه که اگر شرکت 2 تصمیم بگیره Q2 تا تولید بکنه،
شرکت یک بهترین تصمیمش، یعنی جایی که میتونه سودش رو در اون نقطه ماکسیموم بکنه، اینه که انقدر تولید بکنه، یعنی آلفا منهای کیو دو منهای سی تقسیم بر دو. خب فکر کنم مشخصه. من الان تابع بهترین پاسخ شرکت یک به ازای هر بازی شرکت دو رو حساب کردم. به همین ترتیب شرکت دو هم بهترین پاسخش دقیقا مشابه همین برابر با آلفا منهای کیو یک منهای سی تقسیم بر دو میشه. یعنی اگر کیو یک تصمیم بگیره هر مقداری تولید بکنه، شرکت دو بهترین پاسخش اینه که انقدر تولید بکنه. و یک نکته جالب در مورد این تابه اینه که مثلا کیو یک الان بهترین پاسخش اینه که آلفا منهای کیو دو منهای سی تقسیم بر دو تولید بکنه دیگه. یک نکته جالب در مورد این اینه که هر چقدر کیو دو زیاد بشه کیو یک کم میشه. یعنی چی؟ یعنی هر چقدر شرکت دوم تصمیم بگیره بیشتر تولید بکنه، شرکت اول بهترین پاسخش اینه که کمتر تولید بکنه. و برعکس هر چقدر شرکت دوم کمتر تولید بکنه، شرکت اول بیشتر تولید خواهد کرد. خب بنابراین این رابطه معکوسی هست که بین این دوتا در این رقابتی که دارن با هم وجود داره و در بازار دیده میشه. خب حالا بذارید من این دوتا نموداری که به دست آوردم رو اینجا رسم بکنم. پس من میام اینجا رو پاک میکنم و اینجاهایی که الان نیاز ندارم رو، و بعد محورهای مختصات رو به این شکل رسم میکنم و فرض میکنم که این محور هست Q1 و این محور هست Q2، یعنی این محور تولید شرکت اول هست و این محور تولید شرکت دوم. خب ببینید، من فقط یه چیزی که اینجا الان یعنی گفتم ولی ننوشتم رو هم بنویسم، اینه که این در حقیقت بهترین پاسخ شرکت یک هست برای هر بازی شرکت دو، یعنی این best response شرکت یک هست به صورت تابعی از هر بازی شرکت دو، و این بهترین پاسخ شرکت دو هست به ازای هر بازی شرکت یک. یعنی شرکت دو میاد برای هر بازی شرکت یک اون رو در تابع سود خودش قرار میده و میگه من با چه مقداری تولید سودم حد اکثر میشه. بذارید من این نمودار دومی رو بکشم، یعنی بهترین پاسخ شرکت دو برای هر بازی شرکت یک. فرض کنید که شرکت یک من صفر تولید کنه، یعنی Q1 برابر باشه با صفر. در این صورت بهترین پاسخ شرکت دو اینه که آلفا منهای سی تقسیم بر دو تا تولید کنه دیگه، چون Q1 صفر هست. بنابراین برای Q1 مساوی با صفر، بهترین پاسخ شرکت دو این هست که آلفا منهای سی تقسیم بر دو تا تولید کنه، و من فرض میکنم در همچین جایی هست آلفا منهای سی تقسیم بر دو، و بنابراین یک همچین جایی میشه آلفا منهای سی. خب این الان اولین نقطه، بذارید من قرمزش بکنم که مشخص بشه، این اولین نقطه تابع بهترین پاسخ شرکت دو هست برای هر تولید شرکتی. از طرف دیگه اگر Q1 من مساوی باشه با آلفای منهای سی، شاید بد نوشته شد، اگر باشه آلفای منهای سی، در این صورت Q2 مساوی میشه با آلفا منهای آلفای منهای سی منهای سی تقسیم بر دو، که این مساوی میشه با صفر، چون این آلفا با این آلفا میره، این منفی منفی سی با این منفی سی، و این میشه صفر. بنابراین به ازای Q1 مساوی با آلفا منهای سی، مثلا یک همچین نقطه ای، Q2 من میشه صفر. یعنی بهترین پاسخ شرکت دو اینه که صفر تا تولید کنه، و چون این یک تابع خطی هست در مجموع من یک همچین شکلی خواهم داشت که این شکل داره به من بهترین پاسخ شرکت دو رو میده به ازای هر میزان تولید شرکت یک. یعنی یک تابع خیلی مشخصه، بهترین پاسخ شرکت دو برای هر میزان تولید شرکت یک چقدر هست، و این نمودارش. خب من روی این نمودار مثلا یک مثال بزنم، یعنی اگر شرکت یک من اینقدر تولید بکنه و بیاد بگه به شرکت دو و راست هم بگه و اینقدر تولید بکنه، شرکت دو تصمیم خواهد گرفت که بیاد و اینقدر تولید بکنه، چون این تابع بهترین پاسخش هست و سودش در این نقطه با این میزان تولید، یعنی مثلا Q2X، اگر این باشه Q1X، به نفعشه که Q2X تا تولید بکنه و در این نقطه سودش حد اکثر میشه. حالا بذارید من اینایی که آخر نوشتم رو پاک بکنم که اینجا خیلی شلوغ نشه. خب
من به همین ترتیب میتونم تابع بهترین پاسخ شرکت یک رو هم رسم بکنم برای هر بازی شرکت دو و نشون بدم که یک همچین شکلی خواهد داشت. خب الان دقت کنید که الان من در حقیقت دارم Q1 رو به صورت تابعی از Q2 در میارم. در رسم توابع عادی ما عادت داریم که این محور عمودی همیشه تابع ما باشه و محور افقی متغیر ما. من الان برای این نمودار اینجا که این باشه برعکس رسم کردم، یعنی اومدم بهترین پاسخ شرکت یک رو برای هر بازی شرکت دو به دست آوردم. مثلا اگر شرکت دو 0 تولید بکنه، در این صورت شرکت یک بهترین بازیش اینه که آلفا منهای 0 منهای سی تقسیم بر 2، یعنی آلفای منهای سی دوم تولید بکنه. دقت کنید شرکت دو 0 هست روی این محور و شرکت یک بهترین پاسخش اینه که آلفای منهای سی تقسیم بر 2 تولید کنه. و اگر شرکت دو آلفای منهای سی تولید بکنه، شرکت یک بهترین پاسخش اینه که 0 تا تولید بکنه. یعنی اگر بذاریم در این فرمول آلفای منهای سی رو، دقیقا مثل اینجا 0 میشه و شرکت یک 0 تا تولید خواهد کرد. خب من خواهش میکنم که اگر یه خورده الان پیچیده شده، حتما متوقف بکنید ویدیو رو و یک بار دیگه برای خودتون این توابع رو استخراج بکنید که بهترین پاسخ شرکت یک برای هر تولید شرکت دو و بهترین پاسخ شرکت دو برای هر تولید شرکت یک این دوتا خط هستند. و بنابراین ما میتونیم الان تعادل نش رو به کمک این دو نمودار پیدا بکنیم. چجوری؟ من مطمئنم دیگه بعد از اون مثالی که از فعالیت هم افزا ما با هم حل کردیم، این برای شما ساده هست و خیلی راحت میتونید الان تشخیص بدید که این نقطه که محل تقاطع این دو نمودار هست، در حقیقت تعادل نش این بازی هم هست. چون اگر ما در این نقطه باشیم، یعنی این نقطه تقاطع، یعنی شرکت یک داره 30 واحد داره این نقطه واحد، نمیدونم حالا چقدر هست، الان ما هم حسابش خواهیم کرد، اسمشو میذارم مثلا Q1 ستاره و برای شرکت دو هم میذارم Q2 ستاره. اگر ما Q1مون Q1 ستاره باشه و Q2مون هم Q2 ستاره باشه، در این صورت این Q1 ستاره من، بیایید روی این نمودار ببینیم، این نموداری که اینجا هست، یعنی نمودار بهترین پاسخ شرکت یک به شرکت دو. خب اگر شرکت دو Q2 ستاره تا تولید بکنه، یعنی انقدر در این نقطه، بذارید رنگ رو عوض کنم، تولید بکنه، در این صورت طبق این تابع بهترین پاسخ شرکت دو، جایی که حد اکثر میشه سود شرکت دو، اینه که بیاد اینجا، یعنی دقیقاً Q1 ستاره تا تولید بکنه. و به عکس اگر شرکت یک Q1 ستاره تا تولید بکنه، در این صورت بهترین پاسخ شرکت دو این هست که طبق این نمودار پایینی، یعنی این بهترین پاسخ شرکت دو اینه که دقیقاً Q2 ستاره تا تولید کنه. برابر این Q1 ستاره بهترین پاسخ شرکت یک هست به همون بازی شرکت دو، و Q2 ستاره هم بهترین پاسخ شرکت دو هست به اون بازی شرکت یک. و بنابراین طبق تعریف تعادل نش، این نقطه یک تعادل نشه. ما میتونیم حتی از این هم ساده تر این رو توضیح بدیم. اگر هر دو در این نقطه بازی کنن، در این صورت هر دو دارن به حد اکثر سود خودشونو به ازای بازی طرف مقابل به دست میارن. و اگر شرکت یک مثلا بیاد بازیش رو عوض بکنه، مثلا بیاد اینجا بازی بکنه، در این صورت سودش کم خواهد شد، چون بهترین پاسخش به ازای این بازی شرکت دو روی این خط هست، روی این خطی هست که اینجا میبینید و در حقیقت ضرر خواهد کرد. خب بنابراین تقاطع این دو خط، یعنی تقاطع این معادله و این معادله، تعادل نش این بازی است. و شما میتونید خیلی راحت این دوتا رو با هم حل بکنید، یعنی این رو قرار بدید در به جای Q1 در این معادله و نشون بدید که تعادل نش چه چیزی خواهد شد. در حقیقت باید بگید که مثلا Q1 مساوی میشه با آلفا منهای، به جای Q2 باید این رو بذارید، یعنی آلفا منهای Q1 منهای سی دوم منهای سی تقسیم بر 2. خب یعنی من الان در این فرموله این پایین Q1 فقط به جای Q2، یعنی این تیکه، این خط رو گذاشتم
و اگر اینو حل کنید میبینید که Q1 مساوی میشه با Q2 مساوی میشه با 1/3 آلفا منهای C، یعنی تقاطع این دو میشه این نقطه و این نقطه تعادل نش بازی هست، یعنی در این نقطه هیچ کدوم از دو شرکت با تغییر بازی خودشون سودی کسب نخواهند کرد و این برابر خواهد بود با آلفای منهای سی تقسیم بر سه. خب الان که ما تونستیم این بازی رو حل بکنیم دیگه کارمون تموم هست، ولی من میخوام یک چند تا تحلیل اقتصادی قشنگ روی این نتیجهی که به دست آوردیم صورت بدم تا ببینیم که در حقیقت این بازاری که ما الان تحلیل کردیم رفتارش چه شکلی است. ببینید الان مجموع تولید بازار یعنی Q1 به علاوه Q2 برابر هست با 2/3 ضرب در آلفای منهای سی، درسته؟ جمع این دوتا دیگه. بنابراین پی که تابعی بود از این مجموع، یعنی پی 2/3 ضرب در آلفای منهای سی مساوی با چی میشه؟ طبق فرمولی که ما از قیمت داشتیم مساوی بود با آلفا منهای کل عرضه، یعنی منهای 2/3 آلفا و علاوه 2/3 سی. خب من هیچ کاری نکردم دیگه، من فقط آلفا منهای Q1 به علاوه Q2 رو اینجا حساب کردم که این مساوی میشه با 1/3 آلفا به علاوه 2/3 سی. خب این الان داره به من میگه که قیمت موجود در بازار به ازای آلفا، یعنی به ازای در حقیقت تابعه تقاضا تابع، یعنی به ازای اینکه قیمت چه تابعی از عرضه است و به ازای هزینه تولید شرکت ها دقیقاً چه چیزیه. و بیایید ببینید مثلا چقدر جالب هست این نتیجه. اگر سی بره بالا یعنی هزینه تولید هر واحد کالا برای شرکت ها بره بالا، از فردا صبح ایران خودرو برای خرید قطعات ماشین به دلیل مثلا تحریم ها یا به هر دلیل دیگه مجبور بیشتر پول پرداخت بکنه، یا مثلا به دلیل افزایش قیمت انرژی یا هر چیزی، در این صورت این سی میره بالا، هزینه تولید یک واحد ماشین، و بنابراین قیمت ماشین در بازار میره بالا. یعنی این معادله خیلی واضح داره این احساس شهودی که همه ما داریم رو به ما انتقال میده. خب این هم پس رابطه قیمت با پارامترهای مدل که ما تونستیم به دست بیاریم. و نکته دیگه هم که خب حتما خودتون هم متوجه شدید این هست که هر دو شرکت یک میزان مساوی تولید میکنن که خیلی هم علتش واضحه، برای اینکه بازی که ما تعریف کردیم یک بازی کاملا متقارن بود، یعنی هر دو شرکت ویژگی های یکسانی داشتن، هزینه تولیدشون یکی بود، این آلفایی که در بازار بود برای همه یکی بود و هیچ ویژگی باعث میشد که یک شرکت با یک شرکت دیگه رفتار متفاوتی از هم نشون بدن. و در حقیقت اگر ما به این نتیجه نمی رسیدیم که دو شرکت یک میزان تولید میکنن در تعادل، باید مشکوک میشدیم. خب ما الان تونستیم تعادل کورنو رو به صورت کامل تحلیل بکنیم و تا حدی هم نتیجه هاش رو با هم تحلیل بکنیم و من امیدوارم که شما لذت برده باشید از این مدل خیلی ساده و زیبای رقابت های چند جالبه. خداحافظ.